سلام دوستای عزیز امروز می آخرین بحث و آخرین مورد را در مورد بلوغ ها یا بلوغ بحث بکنیم آخرین بلوغ را که امروز میخوایم خواهیم دوست شوم بلوغ جنسی و جسمی است یعنی با این بلوغ ها می خواهیم بحث بلوغ ها را بسته کنیم و بریم به میار و به بحث دیگه ازدواج بلوغ جنسی و جسمی چگونه است؟ ما تصور میکنم که تا حد ام، تا حد امکان تا حد و اندازه شما دوستا و ازا می که بلوغ جسمی و جنسی چی است خب جسمی همو که آدم کلان بود آدم قد بلند بود گردن کلفت داشت چاق بود بلند بود همین دیگه به بلوغ جسمی رسیده و هم که تانست که تولید مثل کنه و رابطه جنسی بگیره خب دیگه کاملا رسیده به بلوغ ها بله دوستا تا حد و تا جای درست است اما چند دکتر رو می خواهم اولی که افزایش قد و بلند رفتن قد قد و اندازه در بلوغ جسمی بسیار مهم است و خوب است در نظر گرفته شود که آیا قدش و قامتش رشد سالم رشد عادی داشته یا نداشته آیا از نظر جسمی تا به حال که رسیده رشد درست داشته رشد, کامل داشته یا نه افزایش وزنش چگونه است خیله از انسان ها هسته که به صورت وزن میگیره آیا ادم توانسته که وزن خود کنترول کنه آیا ادم توانسته که شکم خود مدیریت کنه او انسانه کنه توانکه شکم خود مدیریت کنه او چطور خاطره بیوه و یک زندگی بسیار کلون را با یک سر ماورد بسیار کلون و بزرگ مدیریت کنه یک از سخنرانان در امریکا آمده بود و میخواست که در مورد موافقت سخنرانی کنه و زمانی که میخواست که سخنرانی خودش شروع کنه خودش پیش خودش گفته بود که من میرم و برای مردم از موفقیت سخنرانی میکنم و شکم من روز به روز کلان شده رئیس آیا اگر من انسان موفق هستم یا میتانم در مورد موفقیت بحث بکنم خودم یک انسان موفق بودیم یا نه خودم تانستم که شکم خود و کلان شدن شکم خود مدیریت کنم اگر نتونستم شکم خدا و, و, کلان شدن شکم خدا مدیریت کنم پس خوب است که از این سخنرانی ابعا بورزم و برم در یک گوشه بیشنم و کم سری فکر بکنم که چطور میتونم شکم خدا از کلانی نجات بدم یا نگذارم که زیاد شو و کلان شو دوستا شکم وزن دندان چشمه ها پوست همه موارد است که برای یک انسان بسیار مهم است و شما بسیار راحت میتونید با کسی که ازدواج میکنین اینا را درش ببینین آیا انسانی که شما میخوان که چه ازدواج کنین از دندان هایش میکنه آیا انسانی که شما میخوان ازدواج کنین که شش قد و قامتش و جلدش محافظت میکنه آیا مویش سالم است درست است آیا موازی به وزن خود است یا نیست اگر نیست در این میشه برای شما مشکل ایجاد کنه اگر متوجه دندان خود نیست شما بفهمین که در این مشکلات ایجاد خواد کرد و آرزو دارم که مت متوجه, متوجه این باشه فردی که از نظر جنسی شما میتونین می و یا میخواین که بفهمین و بدانین که به بلوغ شاید رسیده باشه یا رسیده باشه آیا از نظر جنسی مسائل جنسی خود را موارد جنسی خود را مدیریت میکنه؟ آیا نواهی که شرمگاهش است نواهی که باید پنهان باشه نواهی که در خطر است نواهی که محرم است اونا را حفاظت میکنه آیا به موارد مختلف محرم میپردازه رسیدگی میکنه به نظافتش به پاکیش یا نه اگر این موارد مراعات کرد شما بفهمین که به بلوغ جسمی و جنسی رسیده آیا تمایل, جنسی مکمل داره آیا میتونه به عنوان یک انسان مکمل پرتوان با پوتانشال با انرژی برخورد بکنه یا نه تمایلات جنسی داره یا نداره به خاطر که یکی از مشکلاتی که یکی از اختلالاتی که امروزه در بسیاری از مردها متاسفانه وجود داره در بسیاری از زنها دیده شده او تمایلات جنسی است آیا زمانی که شما میخواین با کسی ازدواج کنین این مورد رو متوجه شدین خیلی از دخترها و پسرها چون گذشته جنسی نداره معلومات و آگاهی جنسی نداره در بسیاری از موارد مسائل جنسی را و جنسی جسمی را زیاد جدی نمیگیره و تصور میکنه که هر مرد و زن بالاخره میتونه که روابط جنسی بگیره و خب از این موارد میگذرن ما ما میخوایم یادآور شوم که خیر این مسئله فوق العاده مهم است در زندگی مشترک و به بلوغ جنسی و جسمی یک فرد بسیار دقت کنین که نشه فردا با مسئله رو بروشین 80 85 درصد علاقه که در روی زمین اتفاق میفته بنابر ناهماهنگی و نارضایتی جنسی اتفاق میفته افزایش ترشوی غدد چطور است پستش چطور است بوی بدنش چگونه است خیلی از انسان بدنشان یک بوی خاص داره خب من نمیگم که بوی بد میته یا خوب میته اما شاید شما به او بو حساسیت داشته باشین این بوها رو ببینین در موردش فکر بکنین که آیا میتونین با کسی که این بو را داره گذاره کنین یا زندگی کنین این مسئله بسیار جدی بگیرین ممکن من به اصطلاح عام که پیشپزکی کرده باشیم کمی شاید زیاد پیش رفته باشیم اما این مسائل بسیار جدی است بسیار مهم است در زندگی شما بسیار نقش داره و بسیار میتونه کمک بکنه این آخرین بلوغ های بود که خواستم دوستا در موردش بحث بکنم بلوغ جنسی و جسمی آخرین بلوغهایی است که باید زیاد سرش دقت کنین و زیاد جدی بگیرینش اما در جامعه ما اولین بلوغهایی است که سرش دقت میکنه و جدی گرفته میشه این همه بلوغ را که یاد کردم همه را باز هم با هم ببینین که همه اینها کامل است همه اینها مکمل است یا نه اگر همه اینها مکمل بود یا حد تا حد مکمل بود یا 70 80 فیصد بود میشه که شما با این فرد ازدواج کنین ممکن با مسائل و مشکلات روبرو نشین اما اگر مسئله داشتین سوال داشتین یا موردی داشتین که اصلا با این بسا ارتباط نداشت اما در بحث ازدواج مهم بود و شما براتون سوال بود حتما با ما در کامنت شریکش بسازین ما در کلپ های آینده حتما در نظر میگیریم